تقریبا 10 نفر ریخته بودن روش، داشتن با چوب میزدنش. که بعدا منصور گفت که بریم از زیر دست پا اونا بکشیمش بیرون. من توی یکی از این صحنه ها دیدم یک برادر مجاهدم میلاد اخلاقی رو اینها گرفتن، 7-8 نفره رو شفت دادن و با شدت دارن میزنن. من که رفتم به دفاع از اون که کمک کنم، منم با همون شدت از ناحیه سر، گردن، پشت، بینی، دست ها 7-8 نفره ریختن اون تا به قصد کشت بدن. بالاخره میخوام به خامنه ای جنایتکار و پاسدار مالکی بگم که کور خوندید، هر غلطی بکنین، هر کاری میکنید، بسید میخواهی میکنین، قادر نیستین خاک اشرف رو بگیرید. تک تک مجاهدین، تک تک ما برای ایستادگی و مقاومت و برای حفظ اشرف تا پای جان ایستادیم و اگر جسد تک تک ما عبور کنی قادر نخواهی بود که اشرف را چیکار کنی بگیری. چون به طور واقعی شهادت، فکر نکنی که با شهادت ما میتونه اشرف را بگیره. اون خمینی گور به گوری در سال 67 30,000 از مجاهدین رو اعدام کرد ولی نتونست مجاهد رو از بین ببره. اشرف را نمیتونه. الان از اشرف نقطه استراتژیک و نقطه انگیزش و انگیزش قیام آفرینان و اشرف نشانان در داخل و اشرف نشانان در خارج هستند و مطمئن باشه که سرنگونی هم مالکی و هم خامنه‌ای نزدیک و هیچ راه گریزی نداره. و در آخر یک پیام به خامنه ای و مالکی و ایادیش دارم. اگه فکر کردین که میتونین مجاهد خلقو با اسارتش، با بیماری، با کشتن، با شهادت کردن از پا در بیاری، نمیتونین. بزرگتر از تو، پدر جد تو، جدت که خامنه‌ای بود، نتونست این کار بکنه. آخر جام زهر رو ریختیم تو حلقومش. پس ای مالکی، یا به یاد داشته باش که فراروزی هم نوبت تو خواهد شد. ای خامنه‌ای، این